سلام، یه سموسه خیلی خوشمزه با مرغ و کاری امروز بهتون آموزش میدم. ما یه سموسه درست کردیم توی برنامه‌های قبلی که کاملا گیاهی بود و خیلی خیلی درخواست داشتیم، تقاضا داشتیم که انواع دیگه‌اش رو هم آموزش بدیم، چون غذای محبوبی است توی ایران. میدونم برای درست کردن این سموسه ما دو تا سینه مرغ داریم که آبپز شده. حدود 300 گرم سینه مرغ هستش که با یه ذره زردچوبه و پیاز فقط آبپزش کردم. یه دو قاشق غذاخوری تقریبا سس خردل داریم، بعد بنزه یه قاشق غذاخوری سرپر ادویه کاری داریم، به اضافه یه پیاز خیلی درشت خرد شده ریز شده، فلفل دلمه ریز شده، به اضافه یه قاشق غذاخوری تقریبا زنجبیل خیلی خرد شده ریز شده داریم. به جز فلفل دلمه ما از فلفلای تند هم استفاده میکنیم، به هر حال چون اصالت و ماهیت غذاهایی که مربوط به هند هستش باید یه مقدار تندی داشته باشه. من اینو جدا گفتم که اگر دوست ندارین تند باشه حذفش کنید این رو. یه حدود 3-4 تا حب سیر داریم، یه لیمو، تقریبا منزه مثلا 10-12 تا دونه پیاز چه و یه دسته یه کوچیک جعفری. ما یه ذره روغن رو سب میکنیم که کاملا داغ بشه. روغن که کامل داغ شد، تقریبا منزه یه قاشق غذاخوری سرپر کاری رو مستقیما توی روغن بریزید، صبر کنید که ادویه‌تون کاملا داغ شه. این کارو توی آشپزی توی هند خیلی زیاد انجام میدن، ادویه‌ها رو مستقیم توی روغن می‌ریزن، چون در اثر داغ شدن توی روغن بوشون چند برابر میشه. کاری که کاملا داغ شد توی روغن، حالا همون یه پیاز درشت که خرد کرده بودیم اون به روغن اضافه می‌کنیم. ببینید دیگه هیچ ادویه‌ای دیگه بهش اضافه نمی‌کنیم، نمک و فلفل سیاه هم اضافه نمی‌کنم، به خاطر اینکه کاری خودش ترکیب کلی ادویه است و اینکه بعضی از کاری‌ها تو ترکیبشون اصلا نمک هم داره. شما بچشید ببینید که اگر که نمک نداشت جداگانه خودتون اضافه کنید. ببینید یه ذره که همینطور پیازا سبک شد، بهش 4 تا حب سیر اضافه کنید، یه دونه فلفل دلمه خرد شده، بذارید تقریبا یه قاشق غذاخوری زنجبیل ریز شده، دو تا فلفل تند بود که خردشون کردم، حدوداً یه 10 تا پیاز چه داریم که خوردشون میکنیم، پیاز چهار هم اضافه میکنیم به تابمون. حالا اینا رو با هم تفت میدیم، سب میکنیم که تمامشون یه مقدار نرم بشن و طعمشون عوض بشه. چون که این سینه مرغامون از قبل آبپزش کردیم دیگه، برای همین دیرتر به اینا اضافهش میکنم، چون اینا پخته است. بعد که مطمئن شدم همه اینا تفت خورد دیگه، سینه مرغاتون رو تا جایی که میتونید ریزش کنید. مرغا رو که اضافه کردیم، یه ذره پوست لیمو داخلش رنده کنید، رنده خیلی ریز، بعد به اضافه یه چند قطره هم از آب خود لیمو، به اضافه یه سس خردل، تقریبا دو قاشق غذاخوری هم سس خردل اضافه میکنیم. دیگه حالا تمام اینا رو با هم تفت میدیم. جعفریان هم ساتوری میکنیم، میخواستم که کامل همه اینا پخته بشه. ببینید دیگه الان کاملا همه با هم مخلوط شدن، پخته شدن همه سبزیجاتمون، فقط جعفری رو تو آخرین مرحله میخواستم اضافه کنم. نمیخوام جعفری سرخ بشه، میخوام که اون عطر و بوی تازگیش کاملا بمونه. فقط اینو یه هم میزنیم و از روی حرارت برش میداریم. اینو فقط گوشم یکم سرد بشه این مایه رو که بتونیم بپیچیمش به راحتی. تو این مرحله فقط روغن رو بذاریم داغ بشه، حرارتش رو کم کنید، چون این لطیفه بلافاصله این نون روش میسوزه. من حالا سمبوسه های دیگر رو با همون خمیر یوفکا بهتون آموزش دادم، اینو با همین نون لواش معمولی سنتی خودمون درستش میکنیم. فقط شما نون لواش رو برش بدین به صورت مستطیلای اینطوری باریک، بعد زیادم طولانی مدت نذارین تو هوا بمونه، یعنی برش دادین بلافاصله بعدش بعد درستش کنیم، چون خشک میشن نمیتونین راحت بپیچین. فقط برای اینکه چسبونده بشه یه چسب طبیعی خوراکی درست میکنیم. یه قاشق غذاخوری تقریبا آرد، همین آرد سفید معمولی، آب میریزیم داخلش، فقط هم بزنید که به صورت یه خمیر خیلی شل و رقیق در بیاد که به عنوان چسبوندن لبه های سموسه هامون ازش استفاده کنیم. یه سیر رقیق اینطوری برای چسبوندن خوبه. حالا نونامون هم همینطور، ببینید یعنی نون رو میتونید چند تا تاش کنید، شما ببرید به صورت نوارهای باریک. حالا طولش رو که تقریبا مثلا به اندازه این مقدار کافیه، چون من سموسه ها رو کوچیک درست میکنم. حالا باز بستگی به شما داره که تو چه سایزی بخواید درستش کنید. یه تکه از این نونا رو برمی‌دارید، ببینید گوشه پایین مستطیل رو برگردونید بیارید تا این لبه، دوباره از روی همین زلی که درست شده
این رو تا کنید. خب یعنی اینطوری شد یه مرحله، بعد از روی همین زل تا میکنیمش. حالا این محفظه ای که اینجا ایجاد شده رو توشو مواد اونو میریزیم. یه مقدار با دست فشارش بدین که پهن بشه. حالا فقط تنها کاری که میکنیم اینه که از همین خمیر خیلی رقیقی که گفتم درست کردیم یه چند قطره روی لبه های این میمالیم که کامل اینو با هم بچسبونه. دوباره از روی همین زل این رو تا کنید، دوباره برمیگردونیم از روی ازلا یکی یکی و این تیکه آخر رو هم با یه قطره دوباره از همین چسبونمش. خب برش میگردونم، سب میکنم همجوری بمونه تا شکل بگیره. روغنمون دیگه کاملا داغ شده، گفتم حرارتش رو ملایم کنید، رو حرارت خیلی زیادی نباشه چون که این نونا خیلی زود میسوزن. سموسه های مرغ و کاریمون حاضر شد. دیدین که مواد اولیه خیلی ساده ای داره، خیلی راحت و سریع درست میشه. پیشنهاد میکنم که حالا این سبک های متنوع و متفاوت رو هم حتما امتحان کنید. امیدوارم که درست کنید، میل کنید و لذت ببرید. من ابوالفضل جعفری هستم، با آشپزی در خدمت شما هم.